بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته. بنده بارها به دوستان عرض می کنم که امام زمان علیه السلام اگر کسی شانس بیاره، سعادتی پیدا کنه، یک لحظه اون بزرگوار رو ببینه، کافیست که امام زمان اگه یه تبسم حتی برش بکنه، چیزی هم نفرمین، یه تبسم، این آدم تا 70 نسلش باید افتخار کنند و خوشبخت شود. وقت امام زمان حضرت زینب دو تا امام بودن که حضرت با اونا معاصر بود، یکی برادر بزرگوارش معصومش حضرت ابی عبدالله الحسین شهید صلوات الله علیه، یکی اون بود، بعد از اونم حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام امام زمان حضرت زینب بود. و این جمله که حضرت زینب صریحاً این جمله را از امام زمانش میشنود که فرمود انت عالمتون غیر معلمه، خیلی حرف بزرگی است والله، فرمود امه جان تو عالمه غیر معلمه هستی، یعنی عالمه هستی که تعلیم علم لدون میداری و تعلیم خاص به تو داده شده. حالا انشالله توضیح میدن. هر شبت خدمت عزیزان علم لدونی را یه خود توضیح بدم، بعد باز یه عرض ادبی بکنیم حضرت زینب سلام الله علیها، باز بریم سراغ این درس. عرض می شود که اولا کلمه علم لدونی یک اصطلاحی است که مسلمین از قرآن گرفتن، از اونجا که در سوره مبارکه کهف می فرماید که وعلمناه من لدنا علما، یعنی ما از نزد خودمون به حضرت خضر علیه السلام علمی دادیم. حضرت موسی علیه السلام میاد که میگه که وجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما، که خلاصه یه نوع علم حضرت خضر داده شده بود، با اینکه مقام حضرت موسی بالاتر بود ولی در اون یه مقدار علم مأموریت داشت که از او پیروی کند. البته داستان حضرت موسی و خضر رو نمیخوام وارد بشم، خیلی قضیه عجیبی است و اصلا سرگذشت جهان همین است، منتها دیگه خدا خواسته که به عنوان نمونه حالا یک مختصری در قالب این قضیه به ما بشرها نشون بده، و الا همش همینه که میبینید بالاخره مسائلی در دنیا هست و خیلی مسائل. علی کل حال این اصطلاح یا به قول امروزی این واژه از اینجا گرفته شده که آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. لد یعنی نزد، لدینا یعنی نزد ما، لدیه یعنی نزد او، من لدنا یعنی از نزد خودمون. خب علم لدنی را تعریف میکنم انشاءالله براتون، تعریفش دقیقه، یعنی اگر ما در این تعریف خطا بکنیم در وادی عرفان خیلی خسارت میدیم. علم لدنی تعریفش این است که علم لدنی علمی است که بدون واسطه بشر در قلب کسی حاصل میشود، منتها ممکن است در مقدمات اون بشری هم دخالت کرده باشد، این ممکن است و داشته باشین، این در غیر معصومه، در معصوم فقط خداست دیگه، خدا این دلها را نورانی می کند و می ریزد در این دلها دیگه، اون از عقل ما خارجه که چه می شه اونجا. بالاخره حتی می بینید که حضرت یحیی که بچه است می گه و آتیناه الحب سبیا، دیگه حضرت جواد همینطور. اگر حضرت جواد علیه السلام رو یه وقت بر فرض کسی انکار بکن از اهل تسنن، جوابش به قرآن داده میشه، خود اهل تسنن بعضیشون که باور کردن
برای همکیشان خودشون از قرآن جواب دادن. خیلی راحت که بابا جون شما که شیعیان را قبول ندارید که حضرت جواد الائمه در کودکی اون همه علم داشته، اینا قرآن بخونید، قرآن قبول دارید که و آتیناه الحکم سبیه منتها. اینا دیگه برای ما یعنی راهی نداریم، خیلی مشکله. چیزی که مشکله خب بعد سر رو بنزیم پایین بریم سراغ چیزی که بالاخره متوجه میشیم ما اینقدر میدونیم اینا پیغمبرن، باید اطاعت کنیم از اینا، همین سعادت پیدا کنیم. حالا دیگه چطور پیغمبر شدن اگه من عقلم نمیرسه چیکار کنم؟ دارم تلاش کنم. بشر فکر نکنه که همه چیز متوجه میشه، خدا میدونه بعضی جاها بشر به بنبست میرسه، اگرم اینطور نبود اصلا خدا پیغمبر نمیفرستاد. خب خودتون هر کار بکنین بکنین، بس قبول بفرمید که انبیا آمدن در همین بنبستا دست ما رو بگیرن. حالا الا کل حال برسیم به اینجا. پس در غیر معصوم در علم لدنی که برش حاصل بشه در مقدماتش بشر دخالت میکنه، یه نفر میاد کسی رو تربیت میکنه، اون بزرگ میشه در اثر علم به در عمل به علم، علم لدنی پیدا میکنه. اما در معصوم اینطور نیست. پس بنابراین علم لدنی علمیست که بدون واسطه بشر در قلب حاصل میشه. بشر همیشه دوست داشته که نهان را بدونه، علم غیب را بدونه. این بشرها همشون همینن. الان شما ملاحظه میفهمید یه نفر پیدا بشه یه دو تا سه تا حرف بزنه از غیب و اینا، دور شلوغ میشه، مردم به هر وسیله، حتی این محبت باعث شده که شیطان هم حتی اینجا بازارش گرم شده، شیطان هم آمده یه کاری کرده که بعضی از بعض نهانها از غیبها خبردار بشن. دوست داشتن بشرها و علومی که هست، مثلا البته نمیخوایم وارد بشیم، علم جفر مثلا اگه کسی بلد باشه که الان گمان نمی کنم داشته باشه همچه موردی، اگرم باشن ما نمیدونیم، یه بعض علوم دیگر هست که اینا کمک میکنن به شخص یه چیزی بفهمه. حالا بعض ریاضات اون وقت اینا همیشه ناخالصی هم داره، شیطان دخالت میکنه، اشتباه توش میشه. اما سید ابن طاووس رضوان الله علیه که اهل مکاشفه بوده و اهل علم لدنی بوده، در وصیت که برای پسرش داره میگه پسر جان خدا به من کتابخانه بزرگی موهبت کردین در اختیار توه. کتابخانه سید خیلی عظیمه. آخه بعضی فکر میکنن که آدم عابد و زاهد که شد دیگه نباید مطالعه کنه، نه اینطور نیست، هرچه عابد و زاهد بشی باید بیشتر مطالعه کنی. کتابخانه سید ابن طاووس از جمله کتابخانه های بزرگ دنیاست. سید کتاب شناس هم بوده خیلی قوی و خلاصه اونجا به پسرش میگه که پسرم فقط حی الله لک کتبا فی الجفر، حتی تو این خونه جفرم هست، من جلو تو نمیگیرم، خواستی نگاه کن. بعد میفرمد فقط حی الله تعالی لک کتبا فی الرمل، در رمل ما کتاب داریم. بعد می فرمد رعیناه و ما رمال را هم دیدیم. رمال که میگیم فکرتون نره به این شیاده ها که کچه ها میگن رمال رمال. رمال در اصطلاح علمی به کسی میگن که علم رمل و بلد باشه، به کسی هم نمیگن اینا. اگه ضرورت باشه کسی خواهش کنه گرفتاری داشته باشه یه چیزی. خلاصه یه علم سختیه. میگه که خواستی اونم نگاه کن. می فرمد رعیناه و ما رمال را دیدیم. تارتن یخطئون و تارتن یصیبون. گاهی خطا میکنن گاهی راست میگن، چون رمال بالاخره اشتباه میکنه، یه وقت در رملش یه عدد هفت میاد، یه وقت دیدی نفهمید گفت هفتاد، گفت هفت هزار میشه دیگه، مثلا ماشین حساب که دور تو میبینی روی هفت نوشته، نمی هفت یه جلوش صفرم داری یا نداره. حالا نمیخوام در این وارد و وادی وارد بشم چون واردم نیستم خودم، که میگه ولا تقف ما لیس لک به علم، در قرآن هم هست که چیزی را که علمشو نداری دنبال نکن. خود منم وارد وادی بشم خطا خواهم کرد. رمل علم رمل یا علمی چه میدونم من، اشکالی داره، همش تو اون اشکال صحبت میشه. و اگه کسی بدونه
فوق العاده علم پیچیده، خیلی پیچیده است، چون ارتباط داره با ستاره شناسی، ارتباط تنگاتنگ داره با احکام نجوم، که احکام نجوم یک وادی بسیار پر جنجالی است، خیلی عجیبه. من نمیدونم کجاش بگم. خلاصه اونی که وارده چیزای عجیبی از اینا دیده شده، اما سید میفرمد که برای اینا هم یخطئون، گاهی هم دیدیم خطا میکنن. بله، خود منم دیدم در مراجعاتم به این افراد، دیدم گاهی وقتی خیلی چیز عالی گفتن، گاهی هم خطا کردن. بله، آخه اینا چیزی نمیشه که سید میفرمد به پسرش که تمام اینا هست، جلوت هم نمیگیرم، نمیگم حرامه، مال دوست داری برو یاد بگیر. میگه اما یه چیزی میخوام بگم که میخواد نظر ببره بالا خیلی. آخه بشر از نهان با خبر بشه فایدش چیه؟ اون قضیه رو بهتون گفتم که قبل از سید اونو بگم. میگن که حاجی مولا هادی سبزواری رضوان الله علیه، حالا من چی میگن، گوشت خرید اومد، خلاصه گفتم بهتون، گذاشت تو زیر زمین، زن بچه گفت داد گوشت بخر، آورد دید شاید مثلا این سرشون گرم صحبت چیه، رفت زیر زمین گذاشت زیر سبدی و رفت اون بالکارش. بعد ایشون که رفت، یه پیرمردی اومد در خونه گفتش که به من گوشت بدید. اینا هم فرستادون تازه این بزرگ خونه بره گوشت تهیه کنه. گفتن نداریم. گفت نه خیر، داری تو زیر زمین تو زیر سبدی. خلاصه رفتن دیدن آره زیر سبد گوشت است. و وقتی حاجی مولا هادی آمد گفتن آقا جات خالی، نفر اومده بود الان از زمائر خبر میداد، از زمیر خبر داد و محل گوشت نشون داد و اینا، کاش تو میدیدی. گفت خوب شد که ندیدمش. الله هادی گفت مردشو ببر اون عرفانی را که صرف زیرزمین من بشه. گنجه چی هست؟ هست چرچی که هست، مهم نیست این چیزه. توجه کردید؟ حالا عرض می شود سید می فرمد و این عملت الله به صدق به پسرش. این سید ابن طاووس که چیزی میگه اینا آسون نیست، یعنی اینا دست کم نگیریم، اینا یه آدم های راه رفته این که راه ها رفتن را میگن، یه جملت صحبت میکنن. میفرمد پسرم رمل هست، جفر هست، همه اینا هست، اما و این عاملت الله به صدق، با خدا از در راستی معامله کنی، جعل قلبک مرآت، قلبتو آینه قرار میده، قلبت میشه آینه. حالا آینه شدن بارها گفتم مختلفه، یه وقت آینه میشه مثل آقای قاضی، یه وقت آینه میشه کمتر، یه وقت گاهی آینه میشه، یه وقت آینه میشه برای خودت لااقل خودت. ببینید در قرآن میفرماید که تقوا داشته باشید، این اندازه در نفستون چیزی میذارم که تو چاله نیفتید، همه اینام کم نیست، آدم تو چاله نیفتید. حالا برمیگردیم به علم لدنی مختصرا، که علم لدنی حضرت زینب کبری سلام الله علیها این بزرگوار داشته، در قلب ناظرینش علومی بوده و عرض می شود که خیلی اسرار و مسائل بوده که حضرت سجاد فقط این اندازه خواسته که ماها بفهمیم. و علم لدنی بحث ساده ای نیست، بحث بزرگی است. این بزرگوار نایبه حضرت زهرا بود، یعنی خود مادر بزرگوارش منبع علوم بود دیگه، محدثه لقب حضرت زهرا سلام الله علیها است، که حضرت زهرا تمام علوم را خدا بهش الهام کرده بود. محدثه، محدثه نه، محدثه به فتح دال، به وجود نازنین حضرت زهرا، به این جهت گفتن که از غیب مورد خطاب می شد. ما در بحث علم غیب اینا را گفتیم به فضل خدا. یک کتاب ورق پاره هست، حتما دیدن دوستان، در اونجا هم چاپ شده که بعض اطلاقهای قرآن رو بعضی هم می گیرن تو سر مردم می زنن و مردم را گیج می کنن، میاد میگه آجون چی بگین شما، لا یعلم الغیب الا الله، غیب را جز خدا کسی نمی داند. از اون برم می بینیم آقای قاضی از غیب خبر داد و شاگردش حرف می زد. از اون بر عرض شد که هزاران مرتبه شیخ جبلی از نهان خبر داده، پس آیا قرآن باطل میشه؟ نه، اینا قرآن بلد نیستن، این بی سوادا قرآن بلد نیستن. قرآن آخه یه آیه دعایه که نیست که
فویل للمصلین، وای بر نمازگزاران ها، الذین هم عن صلاتهم ساهون. حالا تو بیا الذین هم نگو، بگو خدا گفته وای بر نمازگزاران، یه مش نمازگزار بشین زمین، بشون زمین. علم غیب خدا استثناء داره. خدا میفرماد که یعنی ببینید دقت بفرمید جوانان عزیز، میگه علم غیب در بس در اختیار خداست، این طور نیست که بشر ببینید بی اذن خدا از غیب مطلع شود. آخه بشر یه چیزای معمولی بشری داره، مثلا شما لامسه دارین، سامعه دارین، ذائقه دارین، میخواد بگه علم غیب مثل یکی از اینا نیست طبیعی باشه؟ نه، مگه خدا بخواد بده؟ در سوره مبارکه جن مسئله حل میشه، عالم الغیب، گوش بدید، فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا عالم غیب است، بر غیبش مسلط نمی کند کسی را، الا من ارتضا من رسول. مفسرین بزرگ اسلام بعضیشون اینجا با همه عظمتشون خطا کردن، هیچ تعارف هم نداریم. حالا عرض میکنم از خود قرآن بنده در آوردم که خطا کردن. یکی از اونا زمخشریه. زمخشری مرد بزرگی است، من از نظر علمی من طلبه انگشت او نمیشم، مرد بزرگی بوده، صاحب تفسیر کشاف بوده، کتابای دیگه داره، اما آنچنان اینجا خشک شده دماغش و جمود پیدا کرده در این آیه، خراب کرده که سنیه دیگه بهش اعتراض کردن. آیه رو بشنوید، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا عالم غیب است، مسلط نمی کند بر غیبش کسی را، تمام شد؟ الا من ارتضا من رسول، مگر کسی را که بپسندد که بهش علم غیب بده. اون چی میشون پسندیده؟ عبارت باشد از رسول، از پیغمبر. حالا این من بیانی است، خدا خواسته بیان مصداق بکنه. مثال زدم براتون دیگه، ببین یه عالم میوه داریم اینجا. آقا میوه چجوری میشه؟ یه دونه سیب درار، یه میوه، به این معنی نیست که دیگه گلابی میوه نیست، یه نمونه. الا من ارتضا من رسول، خلاصه این آمده زمخشری گفته که پس خدا غیب و به کسی نمیده مگر به رسول مرتضا، یعنی پیامبر پسندیده شده، یا بعضی به فرشتم تفسیر کردن چون فرشته هم حامل غیب میشن، یا فرشته پسندیده شده. حالا خیلی خوب تمام شد، اومده گفته آقا ببینید فقط و فقط به پیغمبر پسندیده شده. بنده گفتم آقای زمخشری تو تفسیر نوشتی، من انگشت تو نمیشم، بیا بریم نشون بدم خدا ای خانمی را از غیب باخبر کرده. تو گفتی فقط پیغمبر، کجا؟ دست زمخشری را گرفتم بردمش سوره قصص، و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، وحی کردم مادر موسی، وحی کردم بچه را شیر بده. فاذا خفت علی، خیلی عجیبه های نوزاد دست رو بدن بنداز روی آب، ولی تضمین خیلی قویه. ها فاذا خفت علی، اترسیدی فالقیه فی الیم، بنداز بچه را تو بود رود، ولا تخافی، میشم نترس، ولا تحزنی، انا رادوه الی، که بچه را ما برمیگردیم به طرف تو، و جاعلوه من المرسلین، تو را خدا، شما را به خدا، خودتون خلوت کن، این غیب نیست؟ آینده این بچه غیبه دیگه، از رودخونه از آب خلاص میشه، پیغمبر میشه، میاد پیش تو. آقا این غیب صریحه. آدم الان میگه یه بچه، این بچه ببینید، بچه در آینده پزشک میشه و بشه، همین غیب نیست؟ پس خدا غیب در اختیاره چی؟ مادر حضرت موسی گذاشته. مادر حضرت موسی خانم محترم و عالی مقامی بوده، ولی پیغمبر که نبوده. من نمیدونم زمخشری سی جز قرآن را تفسیر کرده چرا به اینجا نرسیده، چون میدونید خیلی محکم گفته در تفسیر سوره جن، گفته امکان ندارد غیر از پیامبر پسندیده شده کسی از غیب خبر داشته باشد. خب بفرمید این خانم چرا خبردار شده؟ حضرت مریم خیلی بزرگوار است سلام الله علیها، ولی پیغمبر که نیست به هر حال. ولی به حضرت مریم مگه نگفتن یا مریم خدا بهت یه بچه میخواد بده، و رسولا الی بنی اسرائیل، این بچت پیامبر میشه، به سوی بنی اسرائیل فرستاده میشه. پس بنابراین خاطر نازنینتون باشه که این غیب وقتی میگن جز خدا کسی نمیدونه، اینا بقیهشو نمیگن. بله
خدای متعال میتونه غیب در اختیار دیگران